أنا أحبك يا شعر الخيل لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. أنا أحبك يا شعر الخيل لأنك حكم شرعی روزداری کودک. درست است که روزداری کودک در ماه رمضان برای او مفید می باشد، اما یک تکلیف شرعی نیست. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمود تکلیف از سه کس برداشته شده: از کودک تا زمانی که بالغ می گردد، و از دیوانه تا زمانی که سر عقل آید، و از خوابیده تا زمانی که بیدار گردد. و برداشته شدن تکلیف یعنی آنها غیر مکلف هستند. اما دین توحیدی ما طبیعت بشری را عرج می نهد و کودکان را از خردسالی به سوی طاعات و عبادات سوق می دهد، تا هنگامی که به سن روزداری رسیدن آمادگی کامل برای ادای این فریضه الهی داشته و روزداری برایشان سخت و غیر قابل تحمل نباشد. و این یکی از روش های تربیتی در اسلام است. مادر در روز رمضان باید در رابطه با کودکان صبور باشد. صحابه رضوان الله علیهم به دلیل اهمیت زیادی که به روزداری کودکان می‌دادند، آنها را در اثنای روزداری به اسباب بازی مشغول می‌کردند تا اینکه طولانی بودن روز را احساس نکنند. ممکن است خواسته ها و دلبستگی های کودک با مشقتی که مادر روزدار متحمل می‌شود در تعارض باشد. پس بر مادر است که در رفتار با آنها صبر پیشه نموده و بر آنها خشم نگیرد، تا اینکه الگوی عملی در رابطه با تأثیر روزه بر کنترل نفس را به آنها نشان دهد. پس همانطور که قبلا اشاره شد، روزه برای کودکان واجب نیست، اما نمیتوان از وسایل آموزشی در مورد آموزش عبادت ها چشم پوشی کرد، زیرا کودک میتواند از این طریق برای انجام عبادات تمرین کرده و به پاداش موجود در این عبادت ها دل بندد. بهتر از خردسالان روزداری را تمرین کنند و با قیاس و نماز در صورت توانایی از سن 7 سالگی بر انجام آن تشویق شوند، تا از یک طرف از برکات روزه و نماز و کارهای خیر بهره‌مند گشته و از سوی دیگر به آنها عادت کرده و آنها را فرا گیرند، تا جایی که از اهل آنها گردند. تنها شرطی که فقها در مورد تمرین دادن کودک به روزداری گذاشتند این است که کودک توان و تحمل و طاقت روزداری را داشته باشد. با استفاده از حدیث نماز میتوان گفت که کودک در سن 7 سالگی به روزه تشویق میگردد. ابولهوس از عبدالله روایت کرده که گفت فرزندانتان را به نماز وادارید و کارهای خیر را به آنها بیاموزید، زیرا انجام خیر عادت است.